پذیرفته نشدن هیچ فیلمی از ایران در یکی از مهمترین رخدات های سینمایی جهان کن واکنش های متفاوت از سوی منتقدان در ایران به همراه داشته است علاقمندان و سینما دوستان از رکود نسبی حاکم بر سینمای ایران ابراز نگرانی کردند نگاهی به این موضوع در گزارش پیش رو. ارسال بیش از پنجاه فیلم از ایران به دبیرخانه هفتاد و دومین جشنواره بین المللی فیلم کن و انتخاب نشدنشان در هیچ بخشی از این رخداد مهم سینمایی نگرانی منتقدان و علاقمندان به سینما را برانگیخته است. روزهای پرتب و تاب سینمای ایران و حضور آثار فیلمسازان ایرانی در رخدادهای مهم سینمایی گویی دارد به خاطره ای شیرین بدل می شود. برخی منتقدان محتوا و فرم آثار جدید در سینمای ایران را دلیل اصلی نپذیرفتن هیچ فیلمی از ایران در این جشنواره میدانند و برخی دیگر نبود سیاست مدون و مشخص نهادهای سینمایی ایران را در چند سال گذشته عدم حضور قابل توجه آثار فیلمسازان ایرانی در رخدادهای مهم سینمایی در دنیا شاید نشان ناکامی سیاست دولت مردان ایران در حوزه هنر هفتم باشد که جشنواره بین المللی فجر را وسیله معرفی سینمای جدید ایران به جهان معرفی کرده بودند. قوانین حاکم بر ایران در انتخاب فیلم و حضور هنرمندان بین المللی در جشنواره بین المللی فیلم فجر تأثیر گذار بوده و هست و منتقدان عدم همخانی هزینه ها برای این جشنواره با دستاوردهای آن را به نفع سینمای ایران نمی دانند. شاید ناکامی و عدم تحقق سیاست برگزار کنندگان جشنواره بین المللی فجر در بازاریابی و پخش و معرفی آثار فیلمسازان ایرانی به فضای سینمای دنیا به عنوان دلیل اصلی رکود سینمای ایران نزدیکتر باشد تا فرم و محتوای فیلم جدیدی که در ایران ساخته می شود.